چه نیازی تفاوت ما کمونیست‌ها با بقیه پلتفرم‌های سیاسی در برخورد با ارتش و نیروهای سرکوبگر بازمانده از سرنگونی جمهوری اسلامی را توضیح می‌دهد. نیازی که این تمایز را ایجاب می‌کند، نیاز به پیروزی واقعی ما و جنبشی است که در میدان است. نیاز به جلوگیری از سناریوی سیاه و از همپاشیدن شیرازه جامعه در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی است. نیاز به جلوگیری از تحمیل نقطه سازش‌های مخرب و بازدارنده به مردمی است که از کارخانه تا دانشگاه و مدرسه و محل زندگی و شهر و روستا حتی در زندان در تلاش برای یک دنیای بهترند. تحمیل نقطه سازش‌های تحت نام حفظ آرامش و جلوگیری از خشونت، خشن‌ترین شرایط تسلیم به فقر و فلاکت و بی‌حقوقی مطلق و رها شدن در چنگال قدرت نظامی و نهادهای سرکوب حاکمیت و از جمله سازش با سپاه و ارتش و وزارت اطلاعات. نیاز به مقابله با تحمیل عقب نشینی و تسلیم و خالی کردن میدان برای سایر آلترناتیو ها از جمله آلترناتیو های راست و تحمیل 40 سال و 3 نسل دیگر سرکوب. ما می خواهیم تضمین کنیم که برای فراهم کردن شرایط یک انقلاب پیروزمند و برای فراهم کردن شرایط انتخاب آزادانه و آگاهانه مردم از امروز مبارزه می کنیم. برای ایجاد امکان اعمال قدرت مردمی، شما باید قدرت حاکم را تماماً به زیر بکشید و نهادهای حاکمیتش را همه منحل کنید. آنهایی که می‌خواهند این نهادها را نگاه دارند، مخالف پیروزی کامل مردم بر جمهوری اسلامی ایران هستند. آنهایی که از هرج و مرج و اغتشاش و پاشیدن همه چیز می‌ترسانند، خود بیش از همه سناریوهایشان متکی بر خشونت و اغتشاش است. باید مجبورشان کرد که بگذارند یک بار هم مردم انتخاب و حکومت کنند. این ما نیستیم که باید از اهدافمان دفاع کنیم، بلکه آنها هستند که باید از تلاششان برای نگاه داشتن حکومت و نظم و نسق کهنه و پوسیده دفاع کنند. بگویند که می‌خواهند با ارتش و سپاه و وزارت اطلاعات کدام اختشاش‌ها را و به چه شکلی خونسا کنند. ما گفته‌ایم قدرت مسلح مردم متشکل در شوراهای محل کار و زیست، گفته‌ایم میلیس توده‌ای. آنها معتقدند که به مردم مسلح نمی‌توان اعتماد کرد، اما به ارتش آمریکا و سپاه و ناجا و آجا و غیره می‌توان. نگاهی به دنیا که کدام ارتش ها جنگ ها و منجلاب ها را آفریده گویاست. دستجات قومی و مذهبی داعش و القاعده و سلفیگری ها و ده ها گروه دیگر با پول و اسلحه همین قدرت ها شکل گرفته اند و در رقابت های بین خود جهانی را به منجلاب تبدیل کرده اند. ارتش مورد نظر اینها فردا به بهانه تمامیت ارضی لابد قرار است به کردستان فرمان این بار نه جهاد علیه کفار که جهاد علیه دشمن مام وطن و فرمان حمله به کارگران و مردم محروم در جنوب را به بهانه دفاع از ذخایر نفتی و سرمایه کشور و فرمان حمله به دانشگاه را به بهانه مبارزه با ارتجاع سرخ بدهد. که امروز خجولانه گاهن از زیر زبانشان به بیرون درز می کند. باید بگویند که منظورشان چیست که با فقر و بیکاری و محرومیت میلیونی و توقعات رفاه و آبادی و آزادی مردم چه می کنند؟ چگونه پاسخ می دهند؟ ما همه واقعیات را می گوییم که همهشان باید منحل شوند. در مقابل این دسیسه ها و توطئه ها و بندبازی ها به نام منافع مردم می ایستیم. فرزندان مردم در ارتش مورد سوال نیست. طبعاً کار ما بیرون کشیدن تعداد هرچه بیشتری از آنها برای گریز از خدمت اجباری و پیوستن به مردم است. کار در میان سربازان یکی از وظایف ماست. ما در کنار مردم ایران همه نظام را با همه بالها و جناها و وزارتخانه ها و زندانها و ناجا و آجا و وزارت اطلاعات و همه دستجات شبه نظامیشان در منطقه و در مرزها و غیره نمی خواهیم. آنهایی که قصد دارند اینها را نگاه دارند باید به مردم جواب بدهند که با اینها
میخواهند چه کار کنند و چگونه حکومت کنند و منظورشان از حفظ مرزها و تمامیت ارضی چیست؟ مگر جمهوری اسلامی اینها را به خطر انداخته بود که شما بیایید و حفظ کنید و جامعه را نجات دهید؟ توضیحات ما در سند منشور سرنگونی جمهوری اسلامی روشن است. اعلام انحلال کامل جمهوری اسلامی و این تنها راهی است که می تواند شرایطی را فراهم کند که مردم در ایران در یک فضای آزاد به دور از احساس ترس و فشار پلیس و ناجا و آجا و وزارت اطلاعات و زندانها و سپاه انتخاب کنند. فضایی آزاد و عاری از فشار فقر و گرسنگی و محرومیتی که باعث شود بخش اعظم برادران و خواهران گرسنه من را این و آن دسته جنایی و مافیای قدرت اجیر کنند و علیه منافع محرومان به کارشان گیرند. باید بتوان با مصادره اموال و دارایی های نهادهای مذهبی و اقتصادی و مالی حکومت این فضا را تأمین کرد. تنها در فضایی که در آن آزادی احزاب و سازمانها و آزادی اجتماعات و بیان و ممنوعیت اعدام و همه مطالبات مندرج در سند منشور سرنگونی تأمین شده است، میتوان نظام بعدی را انتخاب کرد. در غیر این صورت هیچ انتخابی کمترین نشانه‌ای از انتخاب آزادانه و آگاهانه ندارد.